قواعد و اصولی که ما در مورد بازیگری میخوایم راجبش با هم حرف بزنیم فقط به درد کسی که میخواد بازیگر بشه نمیخوره برای زندگی روزمرمون هم خوبه برای هر کسی اصلا برای هر کسی که بخواد با یه نفر دیگه وارد گفتگو بشه چجوری میتونه از قدرت کلامش استفاده کنه چطوری میتونه از گویش بدنش حسش رو به دیگری منتقل کنه اینکه چجوری درست نفس بکشی اینکه چجوری وقتی میخوای با کسی حرف بزنی برای تاثیرگذاری حرفات تو چشماش نگاه کنی و اثر حرفات رو ببینی این رفتارهای اصولی بازیگری رفتارهایی که در زندگی روزمره هم میشه ازش بهره برد من وقتی که شروع کردم به کار کردن همزمان با آموزش بازیگری آموزش بازیگری عروسکی هم دیدم و بعد گویندگی هم کردم هم تئاتر بازی کردم هم توی تلویزیون کار کردم هم در تلویزیون کار کردم هم در سینما یعنی انواع و اقسام جاهایی رو که میتونم از حرفم استفاده کنم ازش بهره بردم من از کار با عروسک همون اندازه لذت بردم که از بازیم روی صحنه یا در یک فیلم برای اینکه عروسکی همون اندازه کارش سخته که بازیگری روی صحنه تو باید تمام حسای خودت رو به اون عروسک منتقل کنی چجوری بخنده چجوری گریه کنه چجوری حرکت کنه تمام این حصا اگر برای من ناشناخته بود هیچ وقت نمیتونستم به عروسکم منتقل کنم پس شناخت من نسبت به خودم و اصول بازیگری باعث شد که بتونم ازش همه جا استفاده کنم در گویندگی از صدام استفاده کردم روی صحنه از صدا و بدنم در تلویزیون از نگاهم از حرکاتم از رفتارم با یک تکنیک جدید و در عروسکی از انتقال حسم به یک جسم یه جسمی که میتونه این لیوان باشه یا هر چیزی من میتونم الان این لیوان رو برای شما تکون بدم و شما بگین سرش داره گیج میره میتونم اینجوری کنم بگه داره همه جا رو نگاه میکنه من میتونم به یک جسم حس بدم و این از اصول بازیگری میاد بازیگر کسیه که حرفش بازیگری باشه یعنی اینکه براش تلاش کنه براش تحقیق کنه و تحقیقاتش رو تلاشش رو به عرصه عمل برسونه بازیگر فقط اون نیست که فکر کنه خب من بازیگرم میرم روی صحنه بازی میکنم تئاتر میبینم و بعد میرم روی صحنه یا نه توی سینما میرم بازی میکنم برمیگردم وقتی میگیم که جهان بازیگری باید توضیح بدم که این جهان جهان گسترده بازیگریه و نیاز به یک دید وسیع داره دید وسیع یعنی اینکه شما به عنوان بازیگر مجبورین این دو تا قابی رو که جلوی چشماتون گذاشتین عین مثال بخوام بزنم براتون مثل این میمونه که وقتی بخوان اسبهایی رو حرکت بدن در یک مسیر مشخص نگاهشون و افق دیدشون رو میبندن وقتی این دو طرف بسته بشه اونا فقط به یک جهت نگاه میکنن نمیتونن به چپ یا راست نگاه کنن این کاریه که ما خودمون با خودمون باید انجام بدیم باید اول این دوتا قابا رو برداریم تا یاد بگیریم به جهان وسیع نگاه کنیم این وسعت جهان از کجا میاد؟ از دیدن فیلم، تئاتر، خوندن کتاب رفتن به نمایشگاه، کنسرت های موسیقی، دیدن رقص، دیدن کنسرت های موسیقی که با بچه ها اجرا میشه کنسرت های موسیقی که کلاسیکه و توی سالن بزرگ اجرا میشه دیدن تئاتر خیابونی دیدن نمایشگاه های خیابونی دیدن نمایشگاه های عکس هر چیزی که به شما کمک کنه با جهانی از هنر آشنا بشین همشون تو بازیگری به درد شما میخورن من اگر رنگ رو بشناسم بعد موقعی که دارم کار میکنم میتونم توی کارم تشخیص بدم که این نوری که اطراف من به من داره میتابه چه رنگه چه شکلیه چه جوری باید ازش بهره برم چجوری تصویر زیباتری از صورت خودم توی این نور میتونم بدم من اگر ریتمو از موسیقی بشناسم میفهمم که با چه ریتمی باید بازی کنم الان احتیاج دارم برای این شخصیت حرکت تند داشته باشم یا آروم باشم یا قرار عین فرفره بدو اما بچرخم وقتی ریتم بدونم این ریتم میاد توی شخصیتی که میخوام بازی کنم پس جهان من با شناخت هنرهای متفاوت در جهان بازیگری گسترده میشه و هر کدومش به من کمک میکنه برای اینکه بتونم درستتر بهتر حسم رو به تماشاگر منتقل کنم تو اگر خودت رو نشناسی محاله بتونی شخصیت رو که میخوای بازی کنی بشناسی و خوب بازی کنی این خودشناسی برمیگرده به من از دریافتی که از خودم دارم نسبت به محیط اطرافم نسبت به طرف مقابلم نسبت به اشیایی که دور و برم هست عکس عمل خودم رو بشناسم میزان توانایی خودم رو از بروز احساساتم بدونم حتی بدونم قدم وزنم چجوری درون بدن من حرکت میکنه یک حس میره بالا میاد پایین وقتی اینا رو بشناسم بعد میتونم هر شخصیتی رو به این قالب وارد کنم یعنی من میدونم ظرفیت خودم چقدره حالا قرار نقش یک زن کلی رو بازی کنم من قواعد یک زن کلی رو میگیرم در قالب خودم باهاش کار میکنم بهش حس میدم و به دیگران نشون میدم خودشناسی و روانشناسی و جامعه شناسی اصولی که به اصول بازیگری کمک میکنن که شکوفاتر بشه همه مردم فکر میکنن که در مورد چیزی که بهش علاقه هستن استعداد دارن و میتونن اون علاقه رو تبدیل کنن به فعل و شروع کنن مثلا اگر علاقه به بازیگری دارن پس استعدادش هم دارن درسته استعداد میتونه توی همه آدما وجود داشته باشه ولی یه چیزی که میتونه این استعداد رو خراب کنه اینه که تو متمرکز نباشی روی اون چیزی که بهش علاقه مندی دیدین بعضی از آدما هم کار موسیقی میکنن هم نقاشی هم رقص هم تئاتر هم سینما هم کتاب می نویسن هم شعر می نویسن هم بهشون بگی خیاطی بلدن انجام بدن هم نقاشی خیلی نقاشای خوبی میشن ولی هیچ کدومشون هیچ وقت متمرکز نیستن روی یک موضوع خاص که استعدادشون رو در اون کشف کنن میگم من استعداد آواز خوندن دارم وقتی شروع میکنم به خوندن فالشه از نظر خودم خیلی خوبه چون دارم استعدادی رو از خودم کشف کردم و دارم نشون میدم ولی اگه یه متخصص موسیقی اینو گوش کنه میفهمه که من دارم فالش میخونم پس پیدا کردن استعداد خودش یک استعداد میخواد بعد متمرکز شدن روش که دیگه بدتر وقتی متمرکز شدین دارین کشف میکنین که چجوری باید محافظت کنین از اون استعدادتون خب میگین که من خواننده خوبی میخوام بشم و استعدادش هم دارم میرم یه کمی آواز میخونم و بعد فراموش میکنم که برای این تمرکزم باید تلاش کنم چجوری تلاش کنم؟ برای این تلاش کردن باید بیش از اندازه براش وقت بذارم باید شروع کنم پرورشش دادن مثل یه گل میمونه یه جوانه وقتی میخواین که شکوفا بشه و بار بده باید بهش آب بدین کود بدین آفتاب داشته باشه هوا داشته باشه بعد شروع میکنه به رشد کردن استعداد ما همینطوریه اگر فکر کنیم که من متمرکزم روی یک چیز به خصوصی پس این خودش نشانه ای از استمرار منه نشانه ای از تلاش منه برای رسیدن بهش تلاش بیش از اندازه ی هر کسی میتونه براش استعداد بیاره پس میتونیم بگیم اگر ما در مورد یک موضوعی به طور مستمر داریم تلاش میکنیم برای اینکه شکوفاش کنیم تبدیل میشیم به استعداد ولی اگه فکر کنیم فقط استعداد داریم و هیچ احتیاجی به تمرکز نداریم اشتباه میکنیم اگر بگیم استعداد داریم متمرکز هم هستیم ولی هیچ تلاشی براش نمی کنیم این هم اشتباهه چون اگر این دوتا رو داشته باشیم و پشتکار نداشته باشیم برای تلاش کردن در موردش حتما به اشتباه میریم و یه جایی تموم میشیم